بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. منابع محلی از حضور هزاران زائر و عاشق سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام در مرز مهران خبر دادند. گفتنی است این زائران با حضور در مرز مهران تلاش می‌کنند وارد کشور عراق شده و برای لحظه تحویل سال خود را به شهر مقدس کربلا برسانند. قابل ذکر است هر سال تعداد بسیار زیادی از زائران ایرانی همزمان با تحویل سال و ایام نوروز به عتبات عالیات سفر می کند. سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار قرمز از احتمال وقوع سیل در استانهای خوزستان، کردستان، لرستان، ایلام، چهارمحال بختیاری، کهگیلیه و بویراحمد در آخرین روز اسفند و نخستین روز فروردین خبر داد. بر اساس گزارش این سازمان، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی گسترده معابر، سرریز سدها، انسداد راه‌ها، تخریب پل‌ها و خسارت به زیرساخت‌ها در این استان‌ها وجود دارد. طبق پیشبینی سازمان هواشناسی، بارندگی چندین ساعته در استانهای غربی ایران در آخرین روز سال معادل 4 سال بارندگی در حالت عادی است و در مناطقی به 300 میلیمتر هم میرسد. منابع محلی از تخریب خانه‌های تاریخی ابرکوه با مجوز سازمان میراث فرهنگی ایران خبر دادند. در همین راستا کارشناسان مرمت بناهای تاریخی اعلام کردند تا کنون هیچ یک از مسئولان ابرکوه درباره دلایل تخریب آثار تاریخی این شهرستان پاسخگو نبودند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ادامه تخریب سازمان یافته بافت و آثار تاریخی شهرستان ابرکوه در استان یزد، چندین بنا و خانه تاریخی با مجوز رئیس میراث فرهنگی این شهر تخریب شدند و کنشگران میراث فرهنگی از مسئولان قوه قضاییه در استان یزد خواستند که هدف و انگیزه تخریب آثار باستانی شهرستان ابرکوه و روستاهای مجاور آن را بررسی کنند. سازمان جهانی بهداشت در افغانستان میگوید که موارد بیماری سرخک در این کشور در حال افزایش است. این سازمان بدون ارائه آمار روز دوشنبه 28 اسفند در ایکس نوشته است که سرخک یکی از مسری ترین بیماری هاست. به گفته سازمان جهانی بهداشت، اگر یک نفر به این بیماری مبتلا باشد، همه افرادی که در برابر این بیماری واکسینه نشده ممکن است به آن مبتلا شوند. سازمان جهانی بهداشت از خانواده‌ها خواسته است که فرزندانشان را برای ایمن نگه داشتن واکسینه کنند. با توجه به میزان فراوان سوء تغذیه در میان کودکان و بحران امکانات بهداشت در افغانستان، سرخک می‌تواند کشنده باشد. سرطان دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری‌های قلبی عروقی به شمار می‌رود. محمد رضا سهرابی، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این باره گفت سالانه بیش از 135 هزار نفر در ایران به سرطان مبتلا می‌شوند. گفتنی است آمار مبتلایان تا سال 1420 بیش از 100% افزایش خواهد یافت. نشست‌های علمی ویژه ماه مبارک رمضان 1445 در دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در نجف اشرف همچنان ادامه دارد. این نشست‌ها هر سال در ماه مبارک رمضان و با حضور مسئولان و اعضای این دفتر و ده‌ها تن از شخصیت‌های علمی، اساتید، طلاب حوزه‌های علمی برگزار می‌شود. قرائت دعای افتتاح، شرح بخش‌هایی از دعای افتتاح توسط آیت الله شیخ حسین فدایی و برگزاری نشست علمی و بررسی مسائل فقهی و عقیدتی از جمله برنامه‌های این نشست هاست. شعبه مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهر مقدس، در شهر مشهد مقدس، توزیع صدها بسته معیشتی در میان نیازمندان و ایتام این شهر را آغاز کرد. این اقدام انسانی هر سال به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان صورت می‌گیرد و صدها خانوادگی نیازمند، یتیم و بی‌سرپرست از آن بهره‌مند می‌شوند.
فعالیت خیریه مذکور در عمل به توصیه‌های آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر حمایت از نیازمندان صورت می‌گیرد. مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از جمله مراکز مرتبط با مرجعیت و شعبه اصلی آن در کربلای معلاست.